درود بر شما محمد شفی هستم از مجموعه پی ال سی وان با ادامه آموزش اچ ام آی دلتا سری 100 در خدمت شما هستیم خب در اینجا میخوایم سه تا نمودار رو به صورت دابل ورد بیایم و روی یک نمودار رسم بکنیم خب اولین کاری که انجام میدیم من میرم توی اچ ام آی و یه برنامه نیو فایل یه برنامه جدید رو در نظر میگیرم مثلا 107 ای وی که سخت افزار من هست Uh, حالا سعی میکنیم که اگر بشه این برنامه رو به جای سخت افزار با سیمولیشن انجام بدیم فرض بریم بگیریم که شما به سخت افزار دسترسی نیم فقط مثلا به یه PLC 14 SSD تو دسترسی داریم خب این صفحه اچمای من هستش فعلا با برنامه PLC کاری نداریم یک اینجا یه هیستوریکال ترن گراف در نظر میگیریم مثل برنامه قبلی من اینو سعی میکنم تموم صفحهش کنم حالا مواردی که نیاز هست و میایم روی این نمودار حالا اگر نیاز باشه اضافه میکنیم خب اینجا نیاز به چیز داریم نیاز به توی قسمت بافر پروپرتیس خب طولش چقدر باشه چون ورد هستش میگیم دبل باشه هر مثلا مثلا برنامه قبلی هر 2000 میلی ثانیه یعنی هر دو ثانیه یا ذخیره انجام بشه مثلا هزار تا هم نمونه بگیره خب این اینجا خب میگه آدرس رو وارد نکردی مثلا میگم دی مثلا 20 درسته دی مثلا چهل از چهل میخوام شروع بشه خب ببینید وقتی که لنگز شما دو هستش پس عملا چل و چل و یک رو اینجا شما درگیر کردید چون اینجا لنگز رو گذاشتی دو درسته؟ خب این تا اینجا اوکی و توی دیتیلز اینجا من انیبل رو فعال میکنم یک ببینید استارت پوزیشن شما ببینید لنگز من دو هستش خب ببینید اینجا کرو یک انیبل یک لنگز من دو استارت پوزیشن من چنده دو تا وقتی هستش از صفر میگم میخواد شروع بشه خب میاد اینجا چهار رقم فاکتوریل نم مثلا نداشته باشه صفر تا چند باشه دیگه دست ما هستش دیگه ببین دابل وورد اگر هست ما تو 32767 میشه وورد 32000 مثلا میگیم تا 100000 بتونه بشموره وقتی 100000 باشه عملا میشه دابل دیگه دابل وورد میشه یعنی بیشتر از سی و و۲ هزار هستش پس عملا توی یک ورد این عدد جا نمیشه اینجا میتونیم تایم و دیت و اینا رو مثلا اگر خواستیم میتونیم بیاین نمایش بدین اگرم نه که خب میتونیم برش داریم حالا خیلی چیز مهمی نیست خب میگه که ماکسیموم رنج رو شما باید سفت تا نو هزار نو در نظر بگیرید نو هزار خب این استارت خب دلیلش چیه دلیلش اینه که اینجا ما خب چرا از ما قبول نمیکنه اینجا اینجا ما 9999 اینجا در نظر میگیر میگه ماکسیمومی که شما میتونید داشته باشی 9999 خب اینجا اجازه بدین لنگزش رو گذاشتیم دو فرمتش میتونیم ساین بذاریم آن ساین هگزا دسیمال فلوت اگر من فلوت اگر بذارم عدد من ست هزار رو از من قبول نمیکنه خب اینجا میذارم همون آن ساین دسیمال اینو میذارم همون نو تا اینجا درست خب بافر آیدی مون هم اینجا یک هستش حالا میریم توی برنامه من توضیحات بیشتر رو اونجا میدم و اجرا میکنیم که به چه صورت میشه خب توی برنامه من میام توی برنامه PLC SS2 رو در نظر میگیرم و میگم که لود کن اینجا لود کن مموری مثلا هزار رو از همون دستور رندوم استفاده میکنیم رندوم کای سف تا کای صد هزار خب بعد دیه چند بود؟ دیه چهل گذاشتیم دیگه خب این چرا ارور میده؟ میگه که عددی که شما گذاشتی عدد دابل هستش خب رندوم تا به صورت اه 32767 جواب میده من اگر اینجا مثلا بذارم به جای 100 هزار بذارم 2 هزار جواب میده خب ببین الان اینجا جواب داد ولی من میخوام تا 100 هزار بذارم درسته؟ خب ما داشتیم که مثلا موف کردن دی موف رو داشتیم دی مالتی پلی رو داشتیم حالا یه دی اول رندوم میذارم اینتر میزنم ببینین قبول میکنه پس اگر میخوام اون رندوم من بیشتر از یه حافظه ورد رو قبول بکنه کافیه که یه دی اولش بذاریم خب نیاز به تایمر داریم دیگه اینو من میارم بالا و تی کن تی یک کای مثلا 20 خب هر بار که تایمر یک فعال شد با لبه بالا رونده عمل اه رندوم رو انجام اینجا آی می میکنم تایمر یک رو تا اینجا درست خب ببینید من اینم روی دکستاپ سیو میکنم کامپایل میکنم و اینو برای کامیونیکیشنش کام پنج میذارم که کام یک رو بتونیم برای چیز استفاده کنیم برای برنامه اچمای خب کام پنج خب این ارتباطش سیمش برقرار نیست یه لحظه ایزه بدیم خب من سیمش رو کردم دوباره آنلاین میزنم خب الان آنلاین شد ببینید هر دو یه بار داره یه عدد بین صفر تا صد هزار رو داره به ما نشون میده درسته؟ خب ما یه مشکل اینجا روی به رنج داشتیم که اینجا ببینید اینجا طولمون بود دو و توی تنظیمات اینجا دو هزار تا لنزش بود دو حالا توی برنامه اینو سعی میکنیم پیاده سازی بکنیم خب اول همون یه دونه رو سعی میکنیم نشون بدیم اینجا دی ما چل بود دیگه اینجا دی چل رو وارد کردیم خب من برای اینکه اینجا بتونیم عدد رو داشته باشیم یه زومین و زوم اوت میذارم خب اینجا به اضافه منها و در قالب یک نامری دیسپلی که هم بر میدارم میام اینجا دیه چهل رو نمایش میدم این دیه چهل اینجا نمایش داده میشه خب حالا میرم روی حالات آنلاین بیام چه اتفاقی داره میفته خب الان بینید عدده داره تغییر میکنه ما انیبل هم فعال کردیم اون قسمت بالا ببینید چون عدد ما خارج از رنج هستش اینجا داره عدد رو به ما نشون میده ولی این قسمت بالا هستش ببینید تغییرات رو اینجا شما میبینید چون بیشتر از اون حدش هستش عملا این نمیتونه اونجا بیاد و اونو نشون بده خب من میام توی این قسمت ببینید گلوبال رنج اینو فعالش میکنم اسکیل سیتینگ رو شما میتونید بیا اینجا بندازی الان من سمت لفت انداختم ببینید صفت تا صد الان اینجا در نظر گرفته شد مع دارم بهش رنج میدم گفتم اسکیل سیتینگ به لا دسیمال دسییمال تا 100. اینو مثلا من میگم CO2 هزار ببین قبول میکنه خب CO 2 رو ماکسوم رو از من قبول نمیکنه چرا چون اینتیجر دیجیت من چهار این اگر پنج بذارم از من قبول میکنه ببین صفر تا CO2 هزار از من قبول کرد اینم برای اینکه عدد بزرگتر، بتونه نمایش بده سعی میکنیم که اینو در واقع بکنیم یه صد هزار ببینید صد هزار این بیشتر از پنج دیگه نداره بس صد هزار ببینید سه رقم میشه شیش رقم پس عملا اینو از ما قبول نمیکنه حالا میام لنگزشون میذارم دو خب میگم طول این نموداری که من میخوام رسم بکنم دو هستش وقتی که دو میذارم اینجا باز دوباره میگه ساینه, آن ساین آنساین دسیمال میگم همون آنساین دسیمال اینجا که میام ببینید شیش رقم رو هم داره حالا اینجا شد چند؟ شد ست هزار اوکی این عدد ست هزار رو از من قبول کرد حالا توی هیستوریکال بافر میخوام ببینیم که آیا این هم تغییر میکنه یا نه اینجا توی دیتیلز ببینید لنگز ما اینجا شد چقدر ست هزار پس نکتش این بود اولا که اینجا باید انیبل رو فعال بکنید لنگز شد دو استارت پوزیشن ما میشه از صفر چرا از صفر چون اگر از یک بذاری انگار مثلا اون ورد اول رو انگار شما نمیخونی بعد تعداد رقم ها رو گذاشتیم 6 فاکتوری رقم اشار نداریم رنگش هم میتونیم تغییر بدیم مثلا بگیم قرمزه خب اون وزنش هم میگیم دو که یه ذره پررنگتر بشه این هم که شد صفر تا صد هزار برای اینکه نمایش نشون داده بشه چون عملا این دابل هستش میام اینجا چیکار میکنم اول اینو میذارم بگراند میتونم قفلش بکنم که تا بتونم اینو بهش مقدار بدم اینم میگم دابل ورد شما تعداد رقماتم 6 تا الان دیگه باید بتونه این نشون بده خب سیو میکنم کامپایل و میرم رو حالات آنلاین ببین عدده اونجا داره تغییر میکنه ببینید 74 80 یعنی دقیقا همین عددی که ما اینجا داریم اینجا هم داریم 71 912 97 یه عددی بین 0 تا 100 هزار ببین این به صورت دابل هستش دیگه دابل ورده من میتونم اینو یه ذره جمع ترش بکنم تا شما مقادیر جدید رو هم ببینید که اینجا داره به نمایش گذاشته میشه هر هر دو ثانیه یه بار یه دونه لبه میده تایمر یک دی رندوم یه عددی یعنی به صورت دابل یه عدد رندوم رو بین 0 تا صد هزار داره اینجا نمایش میده اینم که عدده هست و اینجا هم داره این مقادیر رو نشون میده حالا سوالی که پیش میاد اینه که من میخوام سه تا نمودار این این داشته باشم اول میام توی برنامه PLC اون برنامهش رو در نظر میگیرم میگم که شما اینجا تایمر یک که فعال شد عین تایمر یک بیا تایمر دو و سه رو هم فعال بکن درسته؟ کپی میکنم و آدرس رو میذارم تایمر دو برای نمودار دو و تایمر سه برای نمودار سه خب اینجا میشه تی یک رو که داشتیم میشه تی دو این هم میشه تی سه درسته؟ خب تایمر شما حتی میتونید تغییر بدیم این همین کاری که اینجا انجام دادیم برای تایمر یک برای همین کار رو برای دو و سه هم در نظر میگیریم اینجا کپی خب چرا پیست نمیشه اجازه بدین به نظر صفحه کلید من نه کار میکنه خب اگر کپی پیست نمیشه اینجا سعی میکنم کپی پیستش بکنم اگر هم نشد باز میتونی حتی دوباره اونو بنویسیم تایمر دو یه دیرندم کن صفتا 100 هزار دقت بکنید اینجا 40 چهل و چه1 و درگیر نمودار اول هست پس میشه 40 درسته حتی اگر شما حافظه دوم شما یه عدد دیگه بود مثلا یه جای دیگه اگر بود باید بیاین چکار کنیم در نهایت اون رو بیاین و مووش بکنید داخل چه2 مثلا ممکنه شما سه تا نمودار می خوایم یکی دی چه که خب همون دی چه نمایش میده. یکی ممکن دی مثلا دی0 باشه شما کافی دی د0ت رو موو کنید داخل دی 4 چون نمودار بعدیی که ما میخواد نمایش داده بشه پشت سرشه دیگه میشه چلو2 بعدی میشه چل وچا اگر بهاصطلا ورد باشه و دابل نباشه خوب این تا پشته سر هم رو ما نداریم دیگه همون پشت سر هم میشه دی 4ل چو1 2 چلوس همجوری پشت سر همه ولی چون دابل هستش دوتا دو تا میره بالا پس اگر مثلا اینجا دی 200 بود دی 300 بود کافی دی 300 رو شما بریزی تو 42 دی 700 رو بریزید تو 44 که اینو پشت سر هم بشه که بتونید اینجا نمایش بدید خب این الان به نظر درسته سیو میکنم کامپایل میکنم و دانلود میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته عددی که میده خب ببینید عدد متفاوت هستش دیگه به صورت رندوم حالا ممکنه یه لحظه عدد یکی هم بشه ولی خب کاملا به صورت رندوم هستش فعلا با این کاری نداریم میایم تو برنامه در واقع به اصطلاح و نمودار خب اینجا ما داریم خب اینو ببینید من کلیک که میکنم اسکرین پروپرتیز فعال میشه انگار که اصلا نمودار وجود نداره انگار روی صفحه خالی شما داری مثلا کلیک کن. چرا چون ما اینجا اومدیم نمودار رو قفلش کردیم اینو که بزنم نمودار باز میشه روش دبل کلیک بکنم این صفحه باز میشه خب نمبر آف تعداد نمودار رو میتونم سه در نظر بگیرم ببین الان سه تا اینجا اومد اضافه شد خب میتونید دابل کلیک بکنی توی دیتیلز ببینید انیبل مثلا من تو اینم یک بذارم خب هر سه تا رو میخوام فعال بکنیم هر سه تا نمودار رو میخوام اینجا ببینم الان سه تا نمودار اینجا داریم خب میام توی دیتیلز یک بار دیگه خب نکته ای که با... اول که من رنگش رو بذارین عوض بکنم اینو مثلا بگم سبز این زخامتش هم دو میذارم دیده بشه اینم مثلا میذارم یه رقم دیگه ای که قرمز داشتیم سبز داشتیم بیا رنگ مثلا مشکی خب این هم میذارم دو الان اوکی بکنم واضحتر هستش دیگه شما سه تا رنگ رو الان اینجا دارین میبینین خب نکته ای که باید اینجا در نظر داشته باشین این هستش که من وقتی تو دیتیلز که میام لنگز و همه رو گفتم دو درسته؟ همه هم, هم انیبل هستن استارت پوزیشن برای اولی از صف شروع میشه درسته؟ دو تا بایت دو تا بورد اول رو شامل میشه دیگه حالا دومی رو باید از چند شروع بکنم؟ خب از صفر اگر شروع بکنم که باز میشه همون نمودار یک از یک هم که شروع بکنم بازم نمیشه چرا؟ چون یک در واقع یک و دو میشه ما دوی اینجا وجود نداره اینم هم همین این هم اگر از صفر شروع بکنم که میشه همون نمودار اول اگر از یک شروع بکنم یک و چند میشه یعنی ورد دوم چنده برای همین از ما قبول نمیکنه خب مشکل کجا هستش مشکل خب اینجا که درسته اینجا همه چی درسته مشکل توی باید بررسی بکنی توی در واقع هیستوریکال بافر setting اینجا رید لنگز word شما گفتی که دیه چهل رو بیا چکار کن دو تا با طول دو تا ورد بیا اینو بخون وقتی که دو تا میگی میشه نمودار اول چون خودش دابل ورده دیگه یک و دو رو داره میخونه سه و چهار هم میگیرم برای نمودار دوم پنج و هم میگیرم برای نمودار سوم. پس طولی که باید در واقع توی ادرس توی قسمت بافر پروپرتیز باید بخونه 6 تا در واقع من سه تا نمودار دبل دارم هر کدوم از دبل ها خودش دو تا ورد در نظر گرفته میشه پس read لنگز word توی در واقع بافر پروپرتیز برای سه تا نمودار دبل پس عملا لنگز من میشه 6 سه تا دو تا در واقع هستش الان که اوکی میکنم اینجا مشکل رو میتونیم حل بکنیم چجوری بذاریم من سیو و کامپایل بزنم تا اینجا تغییرات رو حالا میام توی قسمت دیتیلز میگم خب هر سه تا هر سه تا دو ان استارت پوزیشن اولی از صفر میشه صفر و یک درسته دومی صفر و یک برای نمودار یک درگیر شده میام چیکار میکنم دو رو انتخاب میکنم چه اتفاقی میفته نمودار دوم میگه آقا من خودم از با صفر و یک کاری ندارم دو سه رو حالا به عنوان دو تا ورد بعدی میام در نظر میگم که هم میشه دیه 42 و دیه 43 بعد برای سومی هم همین میگم 0 و 1 که برای نمودار اول درگیره دو و سه هم که برای نمودار دوم یا همون دیه 42 هستش در واقع انگار دیه 42 دیه 43 بعدی میشه دیه 44 که همون به صلاح استار پوزیشن هم, هم میشه از 4 میشه 4 و 5 عملا درگیره نمودار سوم هستش اینجا هم که اینتیجر فاکتوریل و بقیه مواردشون مثل همدیگه هستن ماکسیموم مقادی روشن هم که خب مثل هم هست الان من میرم توی حالت آنلاین قبل از اینکه آنلاین بشم میام چیکار میکنم اینو اولا که میندازم بکگراند و اینو قفلش میکنم لاک element و اینو که اینجا داشتم میام برای دومی دو و سومی به این صورت چی در نظر میگیرم به صورت نامریک دیسپلی میام در نظر میگیرم حتی کار جالب تر هم میتونیم بکنیم اجازه بدیم من این ستا رو بگیرم اندازه هم یه ذره بزرگتر بذاریم که شما ببینید 28 طولش هم بیشتر بکنیم عرضش رو مثلا من میذارم 100 خب یه ذره بیارم این برتر خب ببینید الان من یه بار دیگه میرم توی تنظیمات اینجا نمودار رو باز میکنم توی اگر اشتباه نکنم دیتیلز خب سه تا نمودار من قرمز سبز و مشکی بوده این سه تا هم نامریکا رو قرمز سبز و مشکی میکنم اینو لاک میکنم اینو میگم قرمز درسته دومی سبز بود اینجا میام سبز میکنم سوم که خب مشکیه دیگه اینو یه کم سبزش رو تغییر میدم که قابل دیدن باشه خب حالا اینو میبریم روی حالت آنلاین ببینیم چه اتفاقی افتاد تغییرات اینجا شما داریم میبینی که داره اتفاق میفته و خب چرا اعدادی که داره نشون میده اعداد اینجا یکسانه ولی اینجا اعداد متغیره دلیلش اینه که ما اینجا وقتی کپی کردیم آدرساشو تغییر ندادیم ببینید این چهل اولی دومی پس میشه چهل و دو سومی هم میشه چهل و چار دقت کنید که چون دبله ما اون دوتا فاصله رو براش در نظر گرفتیم که هر دبل دوتا ورد رو میاد درگیر میکنه خب برنامه PLC رو من آنلاین میکنم شما این سه تا مقادی رو ببینید برنامه HMI رو هم میذارم اینجا شما ببینید اینم یه ذره جمع ترش میکنم ببینید سه تا نمودار الان داره اینجا رسم میشه و هر کدوم ممکنه اعداد متفاوت داشته باشه این مثلا 89 این 1700 این ببینید هر بار که اینجا داره دی رندوم تغییر میکنه توی برنامه توی نمودار هم داره این عدد تغییر میکنه و ستا رو داره کنار همدیگه داره میکشه خب یه موقع است که شما میگین که من ممکنه یکی از این اعداد من رنجش سفت تا صد هزار باشه یکی دیگه ممکنه سفت تا ده هزار باشه بعد تکلیف چیه؟ اگر بخواین روی یک نمودار رسم بکنین میتونین این کار رو انجام بدین مثلا یکی تغییراتش سفت تا بیست, بیست و هزاره خب یکی هم سفت تا هزاره چه اتفاق میفته؟ شما باید رنج نمودار اون بزرگه بگیریم مثلا میشه یکیش میشه سفت تا هزار تا اینجا میاد رست میشه یکی دیگه توی این بازه سفت تا و, بیست و هزار رست میشه یعنی تغییراتش ممکنه چون شما اومدی توی نمودار مثلا صد هزار تایی برای دومیه تغییراتتون رو از سفت تا بیس هزار در نظر گرفتین روی نمودار شما اون تغییراتتون کوچیک‌تر میشه تو دارین از یک چهارم اون نمودار استفاده میکنین قابل رسم هست روی یک نمودار ولی تغییراتش به مثل قبلی محسوس نیست که شما اون تغییرات رو ببینید هرچی اون بازه بزرگتر باشه خب مثلا اینجا دیگه تغییرات بیشتر قابل چشم میاد ولی امکان پیاده سازی وجود داره پس اگر چند تا نمودار به صورت دبل داشتین به این صورت میتونید با اون فاصله حافظه ای که گفتیم و نکته ای که باید در نظر بگیریم لنگز کلی شما میشه 6 تا و من یه بار دیگه اگر بخوام از روی توضیحات به شما نشون بدم اینجا دوسته تا نکته رو شما باید در نظر بگیریم اولا که اینجا تعداد در واقع نمودار شما میشه 3 تا اینجا لنگز شما میشه 6 تا خب لنگز شما میشه 6 تا و نکته بعدی که با دقت داشته باشین اینجا هستش که انایبل ها رو باید فعال بکنی و نکته خیلی مهم اینه که خب رنگاشو که عوض کردیم نکته خیلی مهم اینه که دوستان با اینکه انیبل رو فعال میکنن ولی اینجا استار پوزیشن رو تغییر نمیدن یعنی این که مثلا اولی هستش میشه دی 40 و 41 پس 0 و 1 درگیر اولیه دومی میشه 42 و 43 پس 2 و 3 درگیر اینه بعدی میشه دی 44 و 45 که باز به چهار و پنج درگیر اینه اینجا رو اگر تغییر ندیم مثلا هر سه تو باشه صفر همون نمودار اول رو فقط رسم بکنه که این نکته رو باید بقیه دیگه ظاهره دیگه مثلا تایم و دیتا داشته باشه مثلا این بالا بندازه یا نه ببینیم الان اینو که در نظر گرفتم این بالا شما میتونید اون تایمی که به رسم میکنه رو مثلا میتونید مشاهده بکنید یا این تغییراتی که اینجا داره خب آها اه یه نکته دیگه هم که یادم رفت این بود که توی اسکیل سیتینگ اول این تیک رو زدیم لنگز رو گذاشتیم دو تعداد رقم رو گذاشتیم 6 تا بتونیم اینجا هزار رو وارد بکنیم اگر این کار انجام نمیدادیم اینجا توی قسمت دیتیلز بیشترین رقمی که اینجا ماکسیموم میتونستیم وارد بکنیم 9999 هسته شاید بگیم که خب چرا ورد بود من نمیتونستم با اینکه ورد هستش با اینکه ورد هستش و من نمیتونستم اینجا بیشترین عددی که میتونستم بدن 999. با اینکه اینجا لنگز من یک بود ولی خب ورد بود به خاطر اینکه اینجا رقم ما چهار بود اینجا رقم پیشورزمون چون چهار بود شما عملا درسته ورد تا 32767 میتونه بده ولی 32767 پنج رقمیه اینجا چون انتیجر دیجیت شما چهار بود برای همه اینجا ماکسیموم 999 بود اومدیم لنگز رو کردیم دو این که همون آنساین دسیماله تعداد رقم ها رو کردیم 6 اینجا تونستیم تا 100 هزار تونستیم اینجا وارد بکنیم این توضیحاتی که خدمتون ارائه شد امیدوارم این فیلم آموزشی برای شما دوستان عزیز مفید بوده باشه هر کس هر کدوم از دوستان اگر سوالی در مورد هر یک از فیلم آموزشی دارن یا اینکه سوالی خارج از فیلم آموزشی برایشون مطرح شده که در واقع در راستای این فیلم آموزشی هستش میتونم با مجموعه پیل 1 در ارتباط باشم و با اونجا در خدمتشون خواهیم بود تا آموزش های بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم پیروز باشید